سلام، ابوالفضل جعفری هستم. شاید یکی از راحت ترین کارها توی آشپزی آبپز کردن تخم مرغ باشه، ولی همین کار خیلی ساده یه سری تکنیک داره که باعث میشه این اصلا جزو آموزش های بیسیک و ابتدایی آشپزی هستش که شما بهتره که حالا چند تا نکته کوچیکش رو هم بلد باشید. یکی از بزرگترین مشکلاتی که حالا خیلی وقتا برای همه پیش میاد این ترک خوردن تخم مرغ هست موقع پخت. تو این آموزش در مورد اونها صحبت میکنیم. در مورد زمان بندی خیلی مهمه که ما چه نوع بافت تخم مرغ آبپزی لازم داریم. زمان بندی ها رو بهتون میگم که چطور تنظیم کنید که اون مرکز تخم مرغتون یا اون زرده تخم مرغتون دقیقاً با همون نرمی یا سفتی باشه که خودتون مورد نظرتون هستش. ببینید، در مورد ترک خوردن تخم مرغ، یکی این که اول اینو بهتون بگم، ما وقتی در مورد زمان بندی پخت تخم مرغ صحبت میکنیم همیشه از آب جوش باید استفاده کنید، یعنی آب در حال جوش داریم و تخم مرغ رو داخل اون میگذاریم. اگر شما تخم مرغ رو داخل آب سرد بگذارید و شعله رو روشن کنید، دیگه زمان بندی اینجا معنی نداره و اینکه حالا فقط میتونید یه تخم مرغ آبپز نرمال به وجود بیارید. ببینید، یکی از دلایلی که تخم مرغ شما ترک میخوره اینکه خب آب در حال جوش که داریم، شما تخم مرغ رو خیلی سرد از توی یخچال مستقیم توی آب میگذارید و این شوک حرارتی ممکنه یه ترک های ریزی ایجاد کنه و اینکه اون محتویات تخم مرغ موقع پخت بیرون بزنه. پس بنابراین همیشه قبل از آبپز کردن تخم مرغ اون رو یه چند دقیقه بیرون یخچال بگذارید که تقریبا به دمای محیط آشپزخونهتون برسه و بعد توی آب جوش بگذاریدش. یه دلیل دیگه اینه که خیلی وقتا شما تخم مرغ رو که توی آب میخواین بزنید رهاش میکنید، یعنی و میره به کف ظرفتون میخوره و یه ترک های ریزی به وجود میاد و اونم دوباره باعث خراب شدن پختتون میشه. یکی دیگه از دلایل ترک خوردن تخم مرغ اینه که وقتی که آب داره میجوشه روی شعله بزرگی میگذاریدش و خیلی شعله هم زیاد هستش و این بالا و پایین افتادن تخم مرغ توی ظرف موقعی که داره با آب جوشان بالا و پایین میره باعث ترک خوردنش میشه دوباره. اینا دلایل اصلی هست که معمولا ترک میخوره تخم مرغ. حالا بشه که از اول هم خب تخم مرغی که خریدین سالم باشه دیگه، یعنی نگاه کنید که ترکی نداشته باشه. اگه اینا رو رعایت کنید پختتون کامله. و یه چیزی که خب خیلی مهم هستش زمان بندی پخت هست که شما چه بافتی به وجود بیارین برای تخم مرغتون. ببینید، ما الان آب در حال جوش داریم، من زمان بندی ها رو همه تخم مرغ ها رو با هم توی آب میگذارم و طبق زمان بندی که میگم خارجش میکنم و بعد برش میدیم و با هم ببینیم که چه تایمی چه نوع بافت زرده تخم مرغی به ما میده. خب ببینید، ما تخم مرغ رو همه رو همزمان توی آب میگذاریم. حتما هم از یه وسیله حالا مثل کفگیر، ملاقه، قاشق چیزی استفاده کنین که گفتم تخم مرغاتون جوری کف ظرفتون پرت نشن. بعد همون لحظه‌ای که دیگه تخم مرغ رو گذاشتیم تایمر رو روشن میکنیم و اولی رو توی 6 دقیقه، بعدی 8 دقیقه، 10، 12 و 14 دونه دونه به ترتیب برمیداریم. توی این فاصله هم شما یه ظرف آب و یخ آماده کنید، چون بلافاصله تخم مرغ رو بعد از اینکه از آب جوش درآوردیم باید داخل آب سرد بندازیم که پختشون متوقف بشه. خب تخم مرغ اول رو توی دقیقه 6 برمیداریم، بلافاصله داخل آب و یخ بگذارید که در اثر حرارت به پخت خودش ادامه نده. بعد حالا فقط برای این که اینا رو بشناسمشون روی هر کدومش حالا زمانی رو که برداشتیم می نویسیم. خب بعد از اینکه زمان دادیم تا حرارتشون کم بشه، حالا اینا رو تک تک پوست میکنیم و بعد نصف میکنم تا ببینیم که بافتشون چطور شده. فقط یه چیزی بهتون میگم، حالا چون من حالا اینجا حالت آموزشی داریم و میخوام تمام این زمان بندی ها رو بهتون همزمان نشون بدم، همه اینا رو گوشم توی آبمون تا کامل سرد بشه. ولی اگر شما برای خودتون دارین درست میکنین، یعنی همین که گذاشتین توی آب و احساس کردین از اون داغی زیادش کم شد، دیگه میتونین از آب در بیارین. لازم نیست بذارین تا کاملا تمام تخم مرغاتون سرد بشن. حالا از همین اولین تایمش که 6 دقیقه‌ای هستش پوست میکنم و گذاشتن توی آب علاوه بر اینکه پخت رو متوقف میکنه، باعث میشه اون شوک گرم و سردی هم که بهش میدیم پوسته راحت‌تر از تخم مرغ جدا میشه و راحت‌تر پوست کنده میشه تخم مرغ شما. فقط خیلی با احتیاط، چون داخلش نرم هست، پوست رو خرد میکنیم و پوست میکنیم. هر جا هم دیدین پوسته چسبیده اگه داخل آب بزنید راحت‌تر جدا میشه دوباره از اونجا به بعد. ببینید همونطوری که حالا از ظاهرش هم مشخصه خیلی نرمه، حالا میبریم داخلش رو هم میبینیم. خب حالا اگه بخوام تک تک برش بدم که بافتش رو ببینیم، خیلی با احتیاط. خب این تخم مرغ 6 دقیقه ایمون هست.
8 دقیقه تخم مرغ 10 دقیقه ای 14 دقیقه که دیگه کامل ترین پخت هستش. معمولا بهتره که نگذارید خیلی سفت بشه، یعنی 12 و 14 به هر حال بافتایی هست که خیلی سفت هستش. به نظر من اینا خیلی لذیذتر هست، یعنی 8 و 10 بهترین تایم هست برای تخم مرغ. حالا برای سرو تخم مرغ آبپزم میتونیم خیلی سریع یه سس پنیر درست کنیم دیگه، همون بشاملی که درست میکنیم، یعنی اول کره رو بزنید ذوب بشه، بعد بهش آرد اضافه کنین، طلایی که شد آردتون شیر اضافه کنین و در آخر پنیر. بعد دو تا نون که حالی توی ذره کره توستش کردین رو بگذارین، بعد تخم مرغ رو اینطوری برعکس روی نون ها، و بعد از همین سس پنیری که درست کردیم یه مقدار روش سرو کنید. این یکی از شیوه ها و رسیپی های سرو خیلی خیلی خوشمزه برای تخم مرغ آبپز شده هستش. در آخر حالا برای زیباتر شدنش هم میتونید یکم پیازچه ریز شده روشون بریزید. امیدوارم که مطالبی که توی این ویدیو دیدین براتون مفید بوده باشه و به کار ببندید. یه سری مطالب هستن که خیلی در ظاهر ساده هستن، ولی توی آشپزی همون دونستن همون مطالب بیسیک و ساده خیلی کمک میکنه به اینکه کیفیت کار شما بالا بره. دیگه تصمیم گرفتم توی این آموزش هر چیزی که لازم هست بدونید رو بگم خدمتتون، و یه ایده خیلی خوب برای سروش که برای صبحانه و اینا فوق العاده است این کار. امیدوارم همه مطالبی که گفتم براتون مفید بوده باشه و به دانستهاتون اضافه بشه. متشکرم.